در حالی که کمتر از یک هفته تا سفر نخست وزیر ژاپن به تهران مانده است، گمان زنی ها درباره نتایج سفر نخست وزیر ژاپن به تهران همچنان ادامه دارد. در سطح بین المللی بسیاری از تحلیلگران ضمن ابراز شگفتی از سفر نخست وزیر ژاپن به تهران که برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی صورت می گیرد، اهمیت این سفر را به این علت که ژاپن متحد نزدیک ایالات متحده است بسیار ویژه ارزیابی می کنند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در مصاحبه با کانال تلویزیونی ژاپن ضمن گفتگو در خصوص شرایط به وجود آمده در منطقه و ایجاد تنش ها بین ایران و آمریکا از سفر نخست وزیر ژاپن به تهران برای کاهش تنش ها در منطقه خبر داد و با ابراز امیدواری از سفر شینزو آبه به تهران برای گفتگو با مقامات ایرانی گفت امید داریم حضور آبه در تهران به کاهش تنش ها در منطقه منجر شود. این در حالی است که در روزهای اخیر مقام های ایالات متحده اعلام کردند بدون هیچ پیش شرطی حاضر به گفتگو با ایران هستند و چند روز قبل دانالد ترامپ در مصاحبه مطبوعاتی همراه با ترزا می در لندن با ابراز اطمینان نسبت به دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد گفتگو با ایران را به برخورد نظامی با ایران ترجیح می دهد. برخی از کارشناسان شکست دانالد ترامپ در گفتگاه سیاسی با کره شمالی را دلیل چرخش مواضع این کشور نسبت به ایران می دانند. اما در همان حال مقام های ایرانی تاکید می کنند دلیل تغییر موضع ایالات متحده نسبت به ایران و مواضع نرم این کشور نسبت به ایران مقاومت ملت و دولت ایران در مقابل زیاده خواهی های دولت آمریکاست. این در حالی است که ایران در خصوص مواضع آمریکا نسبت به ایران و فشارهای این کشور علیه ایران مقاومتی از خود نشان نداده است. آمریکا به شدیدترین حالت ممکن ایران را در وضعیت تحریم قرار داده و جلوی هرگونه مبادله و تجارت بین المللی ایران چه در زمینه صادرات نفت و چه واردات کالاهای اساسی برای ایران را گرفته است و جمهوری اسلامی را با مشکلات جدی کمبود نقدینگی ارزی و نیز درآمد ارزی مواجه کرده است. در واقع آنچه که جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران در مواجهه با فشارهای آمریکا در حال تجربه کردن هستند تحمل شرایط ناگوار اقتصادی و فشارهای اقتصادی است نه مقاومت برخی از رسانه های بین المللی در خصوص دیدار شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با مقام های ایرانی گمان زنی کردند که این کشور قرار است به ایران پیشنهاد دهد که دو رئیس جمهوری ایران و آمریکا در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در پاییز سال جاری با یکدیگر دیدار کنند موضوعی که در صورت طرح بسیار بعید است که امکان تحقق داشته باشد گفتگوی تلفنی پیشین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با باراک اوباما که اولین گفتگوی مستقیم یک مقام ارشد ایرانی با رئیس جمهوری ایالات متحده پس از انقلاب اسلامی بود در داخل کشور با چالش زیادی مواجه شد در همین حال برخی از تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی مستقل با اشاره به ویژه بودن این سفر و همچنین با تاکید بر اینکه ژاپن سومین قدرت اقتصادی جهان است ابراز امیدواری کردند که جمهوری اسلامی از این فرصت مختنم سه روزه حد اکثر بهره اقتصادی را ببرد احساب شناخته شده سیاسی نسبت به سفر شینزو آبه به ایران اعلام موضع رسمی نکردند برخی از تحلیلگران علت این سکوت را ضعف سیاسی و فرصت طلبی احزاب سیاسی عنوان کرده و تاکید دارند این احزاب به جای اظهار نظر مستقل بیشتر ترجیح می دهند پس از وقوع رخداد نتایج آن را مصادره به مطلوب کنند تا آنکه پیشاپیش به علت ارائه احتمالی تحلیل های نادرست خود را در معرض انتقاد قرار دهند. دانالد ترامپ که از یک سال قبل تا همین یک ماه قبل بارها در مقابل رسانه ها اظهار داشته بود که هدفش از اعمال تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران این است که به کشوری ضعیف تبدیل شوند روز پنجشنبه در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهوری فرانسه اظهار داشت نمیخواهد ایران به یک ملت درمانده تبدیل شود او در این حال تاکید کرد تحریم ها علیه ایران قدرتمند بودند ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش خاطر نشان کرد با فرانسه درباره ایران اختلاف نظر ندارد و هر دو کشور هدف مشترکشان این است که ایران سلاح هسته‌ای نداشته باشد. این در حالی است که ایران بارها تاکید کرده که تمایلی به ساخت بمب ندارد و همچنین طبق برجام تمام فعالیت های ای ایران زیر نظارت کامل آژانس بین انرژی اتمی قرار دارد و اگر ایران هم بخواهد به علت نظارت دقیق این سازمان قادر به فعالیت در زمینه ی تولید بمب اتمی نیست. ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش اظهار داشت ایران در زمان روی کار آمدن او به عنوان رئیس جمهوری یک دولت واقعی تروریست بوده است او افزود: ایران در حال حاضر در نقاطی که پیش از این مشغول جنگ بود اقدامی انجام نمی دهد و عملکردش به عنوان یک کشور بسیار تضعیف شده است ترامپ با بیان این موضوع که ایران به عنوان یک کشور در حال شکست خوردن است اظهار داشت ایالات متحده می تواند این روال را به سرعت بازگرداند او همچنین افسود ایران مایل به گفتگوست در همین حال ایران بارها به صورت رسمی اعلام کرده است که فعلا تمایلی به گفتگو با ایالات متحده ندارد و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها گفته است که اگر هم ایران تمایلی به گفتگو داشته باشد این اتفاق در زمان دولت فعلی آمریکا نخواهد افتاد مکرون هم که در گفتگوی مشترک با ترامپ حضور داشت با اشاره به اینکه باید مذاکرات جدی و جدیدی با ایران انجام شود اظهار داشت فرانسه هم مایل است اطمینان حاصل کند که ایران هیچگاه به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت وی افزود همچنین فعالیت های جمهوری اسلامی در زمینه موشک های بالستیک باید کاهش یابد و فعالیت منطقی ایران مهار شود. مکرون تاکید کرد تحقق این اهداف تنها در صورتی امکان پذیر است که مذاکراتی با ایران آغاز شود. این سخن به معنای این است که به نظر می رسد زمینه گفتگوی دو کشور ایران و آمریکا بیش از پیش فراهم می شود. در حالی که کشورهای غربی بر ضرورت گفتگو با ایران درباره قدرت هسته‌ای و برد موشک‌های بالستیک ایران تاکید دارند و بارها گفتند که باید بر عدم بازگشت ایران به انرژی اتمی پس از سال 2025 تاکید شود ایران تاکید کرده است که انجام هر گونه مذاکراتی با ایران تا بازگشت ایالات متحده به برجام ممکن نخواهد بود ایران تاکید دارد که گفتگوها و توافقهای جدید در صورتی توسط ایران انجام خواهد شد که ایالات متحده به برجام بازگردد و تنها در این صورت است که امکان دور جدیدی از مذاکرات فراهم خواهد شد. در همین حال ایران با اعلام یک ضرب العجل 60 روزه به اروپا هشدار داده است که اگر امکان تجارت بین المللی ایران مهیا نشود و اروپا راهی برای فروش نفت ایران و همچنین انجام معاملات بانکی و تجاری برای ایران نیندی شد ایران گام به گام از تعهدات برجامی عقب نشینی خواهد کرد به نظر می رسد اروپا و دیگر کشورهای زینف در تلاش هستند تا در روزهای باقی مانده حد اکثر تلاش خود را برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا انجام دهند تا هم از احتمال تنش نظامی بین ایران و آمریکا بکاهند و هم اینکه احتمال عقب نشینی ایران از تعهدات برجامی را به حد اقل برسانند. استعفای محمد بطهایی وزیر آموزش و پرورش در روز تعطیل یکی از چالش های جدید دولت روحانی یا شاید بتوان گفت آخرین چالشی است که خود او برای دولتش ایجاد کرده است. با وجود تایید و تکذیب استعفای وزیر آموزش و پرورش به صورت متناوب در نهایت با اعلام پذیرش استعفا از طرف آقای روحانی در ساعات پایان روز پنجشنبه پانزدهم 15 خرداد خروج وزیر آموزش و پرورش از دولت دوازدهم مورد تایید قرار گرفت این استعفا در حالی صورت گرفت که علاوه بر آنکه مطالبات فرهنگیان یکی از چالش های جدی دولت روحانی در ماه های اخیر بوده است به علاوه موضوع اختلاس در بانک سرمایه و سوء استفاده از صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از چالش های جدی اقتصادی فرهنگیان در ماه های اخیر در دولت روحانی بوده است. ضمن اینکه اعتراضهای اخیر فرهنگیان دستگیری تعدادی از فرهنگیان معترض به وضعیت معیشتی خود درخواستهای اضافه حقوق فرهنگیان و مشکلات معیشتی فرهنگیان از جمله دیگر چالشهایی است که فرهنگیان با آن مواجه هستند و وزیر آموزش و پرورش برای تأمین آن با چالش جدی از طرف وزارتخانه خود مواجه است به نظر میرسد تلاش بدهایی برای تأمین اعتبارات برای برآورده کردن مطالبات فرهنگیان و نیز رفع مشکل وزارتخانه و عدم موافقت رئیس جمهوری با این درخواست ها از جمله دلایل چالش بین وزیر آموزش و پرورش بوده که بنا به گفته برخی به علت این اختلاف آقای روحانی به وزیر آموزش و پرورش دستور داده تا از وزارت آموزش و پرورش کنار گیری کند گرچه در نامه استعفا و بر اساس شایعاتی که در خصوص کنارگیری آقای بطهایی از وزارت آموزش و پرورش عنوان شده تاکید شده است که وی برای شرکت در انتخابات مجلس در آخرین روز مجاز استعفا از سمتهای دولتی از وزارت آموزش و پرورش استعفا داده است اما تحلیلگران اقدام به استعفا را نه به دلیل تمایل وزیر به شرکت در انتخابات مجلس بلکه به دلیل درخواست رئیس جمهوری از وی برای استعفا عنوان کردند. به گزارش رویترز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در جمع رسانه های خارجی از کشورهای غربی خواست سابقه تلاش های دیپلماتیک در قبال ایران را که به حصول توافق هسته‌ای برجام منجر شد را تخریب نکنند پوتین گفت از هیچ کدام از اقداماتی که علیه ایران انجام می شود حمایت نمی کنیم. در این مورد با شریکانمان رایزنی می کنیم و تلاش می کنیم آنها را متقاعد کنیم کارهایی که انجام می دهند باعث تخریب فضای مثبت و سابقه تلاش های سخت سال گذشته نشود و به ایجاد راهبردی درازمدت منجر نشود. پوتین گفت از نقطه نظر کنترل روی برنامه هسته‌ای کشورها ایران امروز کشوری است که بیشترین قابلیت راستی آزمایی را دارد اینها حرفهای سطحی نیستند چیزی است که مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگویند. او افزود آنها ایران را بازرسی کردند و حتی یک مورد تخلف از ساز و کارهای مندرج در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک نیافتند آژانس بینالمللی انرژی اتمی در 15 گزارش متوالی از زمان اجرایی شدن برجام، پایبندی ایران به تمامی تعهداتش در این توافق را تایید کرده است. جدیدترین گزارش فصلی آژانس هفته گذشته منتشر شد. به گزارش CNN روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال فاش کرد وزارت امور خارجه آمریکا یکی از معاونان این وزارتخانه را به علت نقش او در اعلام طرح فوقالعاده درباره ایران وادار به استعفا کرده است این روزنامه افزود این طرح فوقالعاده شامل تسریع در فروش 8 میلیارد دلار تسلیحات به عربستان و امارات بدون ارجاع قراردادها به کنگره بود وی قبل از آمدن به وزارتخانه در کمپانی هایی کار می کرده که به کار تولید سلاح مشغول بوده و می تواند از لحاظ پرنسیپ اخلاقی کار دچار مشکل شود و در این مورد تحقیق خواهد شد. این در حالی است که بنابر اعلام دستیاران و قانونگذاران کنگره، اعضای دو حزب کنگره آمریکا در حال تهیه لایحهای قانونی هستند تا به کمک آن بتوانند برنامه دولت واشنگتن برای فروش 8 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان، امارات و اردن را متوقف کنند. به گزارش رویترز گاوفنگ سخنگوی وزارت بازرگانی چین اعلام کرد اگر طرف آمریکایی میخواهد گفتگوهای اقتصادی ادامه پیدا کند باید از خودش صداقت نشان بدهد و کارهای نادرست خودش را اصلاح کند وی تاکید کرد برای همکاری اصولی وجود دارد و برای مذاکرات خطوط اصلی مطرح است چین درباره مسائل اصلی عقب نشینی نمی کند. به گزارش رویترز نمایندگان پارلمان آلمان سرانجام روز پنجشنبه طرح حزب راستگرای افرادی این کشور برای ممنوعیت فعالیت حزب الله لبنان در آلمان را رد کردند نمایندگان احزاب اتحادیه دموکرات مسیحی اتحادیه سوسیال مسیحی حزب سوسیال دموکرات چپ سبزها و دموکرات های آزاد طرح حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای تحریم فعالیت اعضای حزب الله لبنان در آلمان را رد کردند این اقدام پارلمان آلمان یک هفته پس از آن انجام می شود که شورای مرکزی یهودی های آلمان خواستار ممنوعیت فعالیت حزب الله در آلمان شد مایک پومپئو جمعه گذشته از آنگلا مرکل صدر آلمان درخواست کرد دولت این کشور همانند انگلیس حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام کند. انگلیس اوایل سال جاری میلادی فعالیت های حزب الله لبنان را ممنوع و این سازمان را گروهی تروریستی اعلام کرد. نیلز آنین وزیر مشاور در وزارت امور خارجه آلمان در گفتگو با نشریه اشپیگل اعلام کرد تصمیم انگلیس برای اضافه کردن شاخه سیاسی حزب لبنان به فهرست سازمان های تروریستی تأثیری بر مواضع برلین در این خصوص نخواهد داشت او افزود کشورش علاقمند به حفظ ثبات لبنان است و تصمیم انگلیس تاثیر مستقیمی روی موضع آلمان یا اتحادیه اروپا نخواهد داشت. به گزارش سی نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به سران حزب دموکرات و رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرده است که به جای برکناری دانالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ترجیح می‌دهد وی زندانی شود. روزنامه پلیتیکو به نقل از مسئولانی که حاضر در جلسه بودند نوشت که پلوسی به جرارد نادلر گفته است که نمیخواهد ترامپ را برکنار کند بلکه میخواهد وی را در زندان ببیند این نشریه از تلاش نادلر برای قانع کردن پلوسی به شروع تحقیقات برای استیزاه و برکناری ترامپ خبر داده است رئیس مجلس نمایندگان آمریکا این پیشنهاد دموکرات ها را تایید می کند. اما معتقد است همکنون زمان مناسبی برای این کار نیست و باید از هر دو حزب برای برکناری دانالد ترامپ رای دهند استیزاه و برکناری رئیس جمهوری در قانون آمریکا پس از بررسی در مجلس نمایندگان باید به تایید مجلس سنا برسد تا اجرایی شود به گزارش رویترز اتحادیه آفریقا عضویت سودان در این اتحادیه را تا زمان واگذاری قدرت به غیرنظامیان به حالت تعلیق درآورد اتحادیه آفریقا همچنین اعمال تحریم بر عاملان خشونتها در سودان را بررسی می کند. روز گذشته کمیته مرکزی پزشکان سودان از افزایش شمار تلفات حمله نیروهای امنیتی به تحسن کنندگان در این کشور به صد نفر خبر داده بود. پایتخت سودان روز دوشنبه گذشته شاهد اعتراضات مخالفان شورای نظامی بود که این اعتراضات با ورود نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. به گزارش رویترز مقامات آمریکایی اعلام کردند این کشور تصمیم گرفته است دیگر خلبانهای ترکیه را برای آموزش پرواز با جنگنده های F-35 پذیرش نکند. واشنگتن میگوید تصمیم آنکارا به خرید سامانه های ضد هوایی s 400 ساخت سوریه جنگنده های رادارگریز f 35 لاکهید مارتین آمریکا را تهدید میکند آمریکا گفته ترکیه نمیتواند هر دوی این تجهیزات را با همدیگر داشته باشد و از میان آنها باید یکی را انتخاب کند از این رو به گفته این دو مقام آمریکایی تصمیم پنتاگون فعلا شامل حال آن دسته از خلبانها و پرسنل تعمیر و نگهداری ترکیه می شود که قرار بوده در آینده به آمریکا اعزام شوند و برنامه آموزش خلبان ها و پرسنل هوایی ترکیه مستقر در پایگاه هوایی در آریزونا را شامل نمی شود. ترکیه اعلام کرده مایل است 100 فروند جنگنده F-35 به ارزش 9 میلیارد دلار از آمریکا خریداری کند. در صورت امتناع آنکارا از این قرار داد، این مسئله یکی از بدترین ضربات به روابط دو کشور در تاریخ معاصر خواهد بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز روز سهشنبه گفت اصلا امکان ندارد که آنکارا از قرارداد خرید سامانه های ضد هوایی s 400 روسیه عقب نشینی کند این در حالی است که یکی از مقامات عالی رتبه پنتاگون هفته گذشته گفت در صورت نهایی شدن قرارداد ترکیه و روسیه در خصوص خرید سامانه های ضد هوایی اس 400 این مسئله به شدت قرارداد فروش جنگنده های اف 35 آمریکا را به ترکیه تحت و شعا قرار می دهد. نشریه هیل خبر میدهد که رئیس جمهور امریکا یک بار دیگر قصد دارد در مرزهای جنوبی این کشور یک حالت وضعیت فوقالعاده اعلام کند بنابر نوشته ی نشریه هیل اعلام این موضوع دست دولت را برای استفاده از قانون وضعیت اضطراری برای اعمال تعرف های تجاری بر علیه مکزیک باز خواهد گذاشت هیل می نویسد بر اساس سندی که در این زمینه تهیه شده است اعلام شرایط فوقالعاده و اورژانسی در مرزهای جنوبی کشور به دلیل آن است که دولت مکسیک مکزیک موفق نشده تا کنون اقدامات پیشگیرانه ای را برای کنترل مهاجران غیرقانونی به خاک امریکا صورت دهد دونالد ترامپ که از آغاز دوران ریاست جمهوریش یکی از دقدقه هایش کنترل مرزهای جنوبی کشور بود پیشتر از این در ماه فوریه با همین قصد وضعیت فوقالعاده و اضطراری اعلام کرده بود تا از طریق اتکاب قانون بتواند از بودجه نظامی جهت ساخت دیوار مرزی میان امریکا و مکزیک استفاده کند اقدامی که البته با واکنش نمایندگان کنگره مواجه شد و منجر به تصویب قطنامه در این زمینه شد آن قطنامه اما به استناد اختیارات رئیس جمهوری از سوی دونالد ترامپ وتو شد. اکنون هیل می نویسد اقدام دوباره برای اعلام وضعیت اضطراری می تواند بار دیگر منجر به چالش بزرگی میان کاخ سفید و کنگره شود و به احتمال زیاد واکنش انتقادی کنگره را به همراه خواهد داشت. دوشنبه آینده بنابر اعلام دولت امریکا موعد اعمال تعرف های تجاری بر کالاهای مکزیکی خواهد بود. در همین ارتباط نشریه هیل نوشته است برخی مقامات مکزیکی در واشنگتن حضور دارند تا در مورد منصرف کردن دولت امریکا از اعمال تعرفه های تجاری با همتایان خود رایزنی کنند اما به این نشریه با توجه به عدم موفقیت مکزیک در کنترل مرزهایش امید چندانی به این نشست ها نیست این نشریه می نویسد از زمان اعلام تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر وضع 5 درصد تعرفه های تجاری بر کالاهای مکزیکی اقتصاد مکزیک دچار نوسانات شدیدی شده چرا که بخش زیادی از اقتصاد این کشور وابسته وابسته به کالاهای صادراتی به امریکا است. اما پیرامون تحولات در منطقه خاورمیانه میانه جنرال مکنزی فرمانده سنتکام به ها گفته است اگر شرایط در منطقه نیازمند حضور بیشتر نیروی نظامی امریکا باشد ما آن را بررسی می‌کنیم با این حال این جنرال ارشد می‌گوید از هنگام حضور نیروهای نظامی امریکا در منطقه تحرکات نظامی رژیم ایران و نیروهای خارجی وابسته به آن کاهش محسوسی داشته است اگرچه او تردید که رژیم ایران از تهدید نیروهای امریکایی در منطقه دست برداشته باشد ژنرال مکنزی میگوید هنوز برای اظهار نظر قطعی در این زمینه زود است شبکه خبری CNN هم از قول مقامات نظامی امریکا می نویسد به رغم ادامه تنش لفظی میان مقامات دو کشور تنش نظامی به نظر می رسد به نسبت کاهش محسوسی داشته است. CNN از قول این مقامات نظامی می نویسد اوج تنش نظامی میان دو کشور و به ویژه تحرکات نظامی ایران در اوایل ماه می مشاهده شد و عمد دلیل اعزام ناو هواپیما بر لینکن و بمب افکن های بی 52 به منطقه هم همین موضوع بود است با این همه باید گفت جمهور امریکا هفته گذشته اعلام کرده که اگرچه ترجیح او مذاکره با دولت ایران است اما هنوز احتمال رخ دادن یک جنگ از بین نرفته است